وای ای وای ای وای، باورم نمیشه باورم نمیشه همچین چیزی وجود داره. اگه چنل منو دنبال کرده باشین میدونین من یه سری شروع کردم به اسم انیمه های چرت و پرت. روال کار توی این سری چیه؟ من میرم میگردم یا از کامنت هایی که شما گذاشتین استفاده میکنم، انیمه های چرت و پرتی که حتی خود سازنده هاشم نمیدونن چرا ساختنشون رو پیدا میکنم، میارم اینجا براتون تعریف میکنم و ریاکت میرم. روزی که این سری رو شروع کردم با خودم فکر نمیکردم تو پارت 3 قراره بیام سراغ انیمه 100 تا دوست دختر که واقعا 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 دوست دارن. بچه ها ذره اسمشو تغییر ندادم، اسمش همینه، 100 تا دوست دختر که واقعا 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 دوست دارن. 5 تا واقعا داره. 100 تا آخه حاجی، من انیمه رو هنوز ندیدم ولی 100 تا یکم زیاد نیست؟ اسماشونو یادت نمیره؟ این قراره چه کثافتی باشه؟ کمک، من در خطرم، دارم پلک میزنم، یکی منو نجات بده. آروم باشین بچه ها، یه نفس عمیق بکشید، هیچ وقت یه کتابو از جلدش قضاوت نکن. جورج الیوت. بریم خود انیمه رو ببینیم، شاید اسمشی که غلط اندازه. انیمه با یه اتمسفر پایدار دبیرستان و یه فضای عاشقانه شروع میشه و همه چی خوشگل و صورتیه. این پسره که اسمش رنتاروه رو میبینیم که داره به یه دختری پیشنهاد میده. وقتی حرفشو میزنه دخترم بلاش میشه و میگه منم همینطور، رو شروع میکنه از خوبیای پسره گفتن و میگه منم دوستت دارم ولی چرا باید اینجوری بزنی بدبخت؟ و اخ من دردم گرفت، فقط بگو نه دیگه، چرا باید همچین چیزی بگی؟ شیطانی مگه؟ نفسم بند اومد. داداش عیب نداره، به خدا همه چی درست میشه، بهش فکر نکن، ارزش نداره حاجی، اصلا ناراحت نکن خودتو، میگذره داداش. بیاید با هم فکر کنیم که دختره واقعا چی میتونست بگه که از اینی که گفت بدتر باشه. خیلی کار سختیه ولی من تلاش هم میکنم چند تا حالت بدتر براتون مثال بزنم. ببین منم دوستت دارم ولی فعلا با بابات تو رابطم. ببین منم دوستت دارم ولی منم پسرم داداش، اشتباه زدی. ببین منم دوستت دارم ولی از ددی لیوای حاملم شرمنده. بگذریم از این ضربه روحی بزرگ، فقط به نظرم بگذریم. بعدش پسره رو میبینیم که همونجوری موند، خشک شد. منم بودم همونجا میموندم داشت، به نظرم زندگی کافیه دیگه بر شما. بعدش میبینیم دارم رو رفیقش برمیگردن، این کلا تو حال فاکتاپ. خودشی که رفیقش میپرسه زنجیره نشنیدنا تنوز ادامه داره؟ پس اولین بارش نیست. در اصل دوتا دیالوگی بعدی میگه که این صدومین دختری بود که ردم کرد. داداش 100 نفر ردت کردن؟ من تو زندگیم 100 تا موجود مؤنث از نزدیک ندیدم. تو کی وقت کردی 100 نفر جواب رد بشنوی؟ لعنتی، این رکورده. به نظرم موقع ضبط ویدیو باید روی کاغذ بنویسم نفس بکش بذارم جلوم، چون یادم میره نفس بکشم، داشتم میمردم. ببین معمولا بعد دومین ریجکت شدن آدم تبدیل به یه گرگ تنهای سیگمای انروتیت فن میشه. تو چطوری تا 100 بار ریجکت شدن رو تحمل کردی لامصب؟ دیگه بعدش میبینیم به این نتیجه رسیده که خودش نمیتونه کاری کنه، رفته یه معبدی داره برای دوست دختر دعا میکنه. و اگه فکر میکنید دیگه چیزی تو این انیمه قرار نیست سورپرایزتون کنه، خدا آره. شاید بپرسید ها؟ که در جواب باید بگم خدا دیگه، مگه یادتون نیست از اون انیمه قبلیه؟ شاید سوال بعدیتون باشه که خدا چرا اینجاست؟ چی داره میشه؟ که واقعا منم نمیدونم دیگه از اینجا به بعدشو. خدا شروع میکنه براش توضیح میده که ببین بیشتر آدم ها یه نیمه گم شده دارن و به موقعش پیداش میکنن و وقتی همدیگر میبینن برق نگاهشون همو میگیره و میفهمن عاشق هم شدن. فقط مشکل اینجاست که شما یه نیمه گم شده نداری، 100 تا داری. واکنش صادقانه رنتارو به این اطلاعات. داداشمون یه جوری پشماش ریخ که تبدیل به کانکی شد، این یه لول تازه ای از تعجب کردنه.
بعد مکالمش با خدا تموم میشه و یک ماه میگذره از اون قضیه و میره دبیرستان، اصلا تو نافش عروسی از بعد اون داستان. و همون اولین قدمهایی که داره برمیداره تو مدرسه میخوره به دوتا دختر. یکم قدیمی نشده که میخورن به هم میفتن زمین، بعد تازه به دو نفرم زد داداش. سوال بعدی اینه که چرا گرافیک دخترها اینقدر بالاست؟ هایلایت های موشون، چروک های لباس، رنگ های چشم، سایه ها، اینقدر دارن یه استودیوی دیگه دختر رو بکشه. طراحا سر هر سکانس رنتا رو 2 دقیقه وقت گذاشتن، برای هر شات این دخترها 1 ماه. و بله درست حد زدین، برق چشمشون هم دیگه رو میگیره و این دوتا نیمه های گم شده اینه. البته اینا فقط دوتاشن، 98 های بعدی هنوز مونده. وای وای وای. و آره دیگه، این دوتا عاشقش شدن و خودشونو زدن به مصدوم شدن که پاشن با پسره برن. و من دارم با زندگیم چی کار می... این چی من دارم میبینم امروز؟ بعد دیگه در ازامه یه سری اتفاقات کرینج حال به همزن نابود بین اینا میفته و تهش به این ختم میشه که جفت این دخترها میان به این پسره میگن ما عاشقتیم. بس وای. بعد شب میشه و پسر باید نتیجه گیری کنه و از بین این دوتا یکی رو انتخاب کنه که خیلی برای سختی که البته به نظر من خیلی انتخاب آسونیه. حالا شاید معیارای مختلفی داره، من نمیدونم. کل شب و سختی میکشه و حتی با خدا صحبت میکنه، میره بیرون راه میره، اصلا پاره میشه تا بالاخره تصمیمشو میگیره و فردا میره میگه من جفتتون رو میخوام. اصلا چطور رود شد گفتین و بعد اصلا چه؟ بچه را اینا قبول کردن؟ هر جایی که فکر میکنم دیگه از این بدتر نمیتونه بشه، دیگه از این کرینجتر و وحشتناکتر نداریم، یه اتفاق دیگه میفته و من پشمام بیشتر میریزه. اپیزود دومو شروع کردم، اپیزودی که کرینجترین 20 دقیقه زندگیم بود، اپیزودی که اگه مراسم اسکار یه بخشی برای کرینج داشت میتونست 10 سال متوالی نامزد و برنده جایزه باشه. اپیزودی که حتی نمیتونم بگم تو نصف بیشترش چه اتفاقی داره میفته، نه برای اینکه یوتیوب ویدیو رو پاک میکنه، نه برای اینکه چنلم بسته میشه، نه، برای اینکه دلم نمیخواد حتی به زبون بیارم چه وضع گوهی بود این اپیزود. چیش، من واقعا به تراپیست نیاز دارم بعد از دیدن این قصه. اصلا قدرت تکلم هم دست دادم. ببینید توی 20 دقیقه از یک عاشقانه ضعیف و کرینج در حد کودکان روبیکایی بگیر تا سوء استفاده جنسی معلم از دانش آموز و استفاده نادرست از حیوانات اتفاق افتاد. بچه اعتراف میکنم این از لایو اکشن اتک بدتر بود، این وحشتناکترین اتفاقی بود که از وقتی من یوتیوب رو شروع کردم برام افتاده. اون سکانس گربهه داره منو بروا مردم روز ولنتاین پامشن، من روز ولنتاینش سمتران چی میبینم ویدیو میگه سگ توش با